سرخط خبرها روی آوردن حزب الله به پهبادهای جدید و کشنده علیه اسرائیل سرنگونی دومین پهباد پیشرفته ای آمریکا توسط حوسیها طی هفته و دو ساعت گذشته هشدار مقام آمریکایی درباره پیامدهای جنگ بین اسرائیل و حزبالله و مخالفت مصر با میزبانی از دور جدید مذاکرات غزه به دلیل اظهارات نتانیاهو سلام به این بسته خبری از کانال شیپور خوش آمدید. محافل امنیتی اسرائیل از روی آوردن حزب الله لبنان به پهپادهای جدید و کشنده خبر داده و گفتند حزب الله هزار نیرو دارد و با در دست داشتن ابتکار عمل زمان جنگ گسترده را مشخص می‌کند. روزنامه هآرتس به نقل از کارشناسان نظامی اسرائیل نوشت: تحول بسیار خطرناک و مهمی برای اسرائیل روی داده است. حزب‌الله در ماه‌های جولای و آگوست گذشته ویدیوهایی را منتشر کرد که نشان می‌دهد که نیروهایش به استفاده از پهپادهای جدید برای هدف قرار دادن مراکز نظامی اسرائیل روی آوردند. این روزنامه به هدف قرار گرفته شدن سامانه های پدافندی گنبد آهنین اسرائیل اشاره کرد و نوشت ارتش و دست اندرکاران صنایع نظامی اسرائیل درباره هدف قرار گرفتن تأسیسات و اهداف مهم در شمال فلسطین اشغالی سخنی به میان نمیآورند روزنامه آرتس آرت درباره پهپادهای جدید حزب الله نوشت برخلاف پهپادهای معمولی که با تلفن همراه یا با میکرو کامپیوتر راه اندازی می شودن، این نوع جدید با دوربین پیشرفته راه اندازی می شود که اجازه شناسایی مساحت گسترده تری برای اصابت به هدف میدهد. زیرا کاربر این پهباد از نزدیک هدف مورد نظر را می بیند. تحلیلگر مرکز مطالعات امنیت داخلی در تلاویو که سالها درباره استفاده از پهپادهای ارزان کوچک و کشنده علیه اسرائیل هشدار داده است به روزنامه هارس گفت تا کنون پدیده عمده رخ نداده است اما موضوع زمانی دشوار خواهد شد که ارتش به لبنان حمله زمینی کند موضوع مربوط به پهپادهایی است که مشابه آن در جنگهای جاری جهان برای هدف قرار دادن نیروها انهدام تانکها و دیگر تجهیزات و نظامیان مخفی شده در ساخت مانها و نیز زیر زمین استفاده می شود. به گفته رسانه های اسرائیل برای اولین بار حزب از پهباد مسلح مجهز به موشک اسپنج و موشک هوا به زمین علیه پایگاه ارتش اسرائیل در شهرک المتولا در شمال فلسطین اشغالی استفاده کرده است. همزمان با این یکی از مقام های ارشد آمریکایی به اجلاس دیالوگ خاور میانه آمریکا در واشنگتن دی سی گفت جنگ تمام عیار بین اسرائیل و حزب در لبنان میتواند فاجعه بار باشد و پیامدهای غیر قابل پیش بینی به همراه داشته باشد این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود همچنین گفت جنگ در محیط آزمایشگاهی اتفاق نمی افتد این بازی نیست اگر جنگی بین اسرائیل و حزب الله لبنان در بگیرد پیامدهای جدی برای هر دو طرف در پی خواهد داشت این مقام آمریکایی در ادامه خاطر نشان کرد اگر جنگی رخ دهد جامعه بین الملل باید برای رسیدن به راه حل سیاسی مداخله کند بنی گانس یکی از اعضای سابق کابینه حل شده جنگ اسرائیل گفت تلاویو تمرکز خود را به سمت حزب و مرز لبنان تغییر داده و هشدار داد ما خیلی در این باره دیر کرده ایم اگر اسرائیل خیلی زود به توافق با حماس در غزه نرسد جنگ با حزب الله قریب الوقوع خواهد بود معاون دبیر کل حزب الله لبنان با تاکید بر اینکه اسرائیل نمیتواند با تهدید کردن لبنان به جنگ گسترده اسرائیلی های آواره را به خانه های خود در شمال بازگرداند گفت اسرائیلی ها میدانند که ما اهل میدان نبرد هستیم و اگر با جنگ گسترده مواجه شویم پاسخ شدیدتری به آن خواهیم داد سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرنگونی یک پهباد دیگر آمریکایی در حریم هوایی این کشور خبر داد یحیی سریر سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه اعلام کرد نیروی هوایی ما یک پهباد آمریکایی از نوع MQ9 که در حال انجام اقدامات جاسوسی و جنگی در آسمان سعده بود را سرنگون کرد وی گفت این دومین پهبادی است که نیروهای مسلح یمن طی 72 ساعت گذشته سرنگون کرد و در طول نبرد چند ماه گذشته نه پهباد را منهدم کرده است یحیی سری در ادامه از عملیات شهروند اردنی در مرزهای اردن و کرانه باختری که منجر به کشته شدن سه اسرائیلی شد تمجید کرد سخنگوی نیروهای مسلح یمن افسود ما از تمام امت اسلامی که وظیفه دینی اخلاقی و انسانی خود نسبت به مردم فلسطین را انجام میدهند حمایت میکنیم وی گفت تا زمان توقف تجاوزها به غزه و پایان دادن به محاصره این منطقه به عملیات نظامی خود ادامه خواهیم داد سخنگوی ارتش یمن شنبه شب نیز از سرنگون شدن یک فروند پهباد جاسوسی ارتش آمریکا بر فراز کشورش خبر داد یک رسانه ابری گزارش داد مصر با میزبانی از دور جدید مذاکرات غزه به دلیل اظهارات نخست وزیر اسرائیل درباره محور فیلادلفیا مخالفت کرد کانال 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد اسرائیل و آمریکا طی روزهای گذشته برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات غزه تلاش کردند اما مصری ها به شدت از اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره محور فیلادلفیا و مصر خشمگین هستند نتانیاهو چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در قدس اشغالی گفت ارتش اسرائیل هرگز از گذرگاه رفع و محور فیلادلفیا در مرزهای بین غزه و مصر عقب نشینی نخواهد کرد نخست وزیر اسرائیل مدعی شد جنبش حماس با کمک مصر از طریق محور فیلادلفیا سلاح دریافت می کند. مصر و حماس با ابقای ارتش اسرائیل در محور فیلادلفیا به عنوان شرطی برای معامله تبادل اسرا و آتشبس در غزه مخالفت می و خواهان عقب نشینی کامل از نوار غزه هستند کانال 13 تلویزیون اسرائیل افزود مصری ها به دلیل اظهارات نتانیاهو با میزبانی از دور جدید مذاکرات مخالفت کردند در حالی که آمریکایی ها می دانند در زمان و شرایط کنونی برگزاری چنین مذاکراتی محال است و دیگر در دستور کار نیست دیوید بارنیا رئیس موساد به نتانیاهو اطلاع داده که برای هماهنگی نشست و مهار خشم قاهره تلاش می کند مصری ها احساس کردند نتانیاهو آنها را به جمهوری مز تبدیل کرده است و پیام هایی که به اسرائیل منتقل کردند وحشتناک بود قاهر اخیرا انتقادات خود را از اسرائیل به دلیل پافشاری نتانیاهو بر ابقای نیروهای این کشور در محور فیلادلفیا بین مصر و نوار غزه افزایش داده است وزارت دفاع روسیه از آغاز رزمایش راهبردی اقیانوس 2024 خبر داد و تصریح کرد که این رزمایش تا 16 سپتامبر ادامه خواهد داشت. این رزمایش به فرماندهی الکساندر مویس فرمانده کل نیروی دریایی روسیه انجام می شود و یکی از اصلی ترین رویدادهای آموزشی عملیات نظامی نیروهای مسلح روسیه در سال 2024 است. خبرگزاری نووسی در گزارش خود نوشت این رزمایش و مانورهای دریایی آن در آبهای اقیانوس آرام و منجمد شمالی دریای مدیترانه و دریای خزر و بالتیک برگزار خواهند شد مقامات ارشد روسی اعلام کردند که در این رزمایش دست کم 400 ناو دریایی و شناورهای پشتیبانی برای ناوگان کمکی بیش از 120 هواپیما و بالگرد نیروی دریایی حدود 7000 سلاح و تجهیزات نظامی و همچنین بیش از 900 90 نظامی حضور دارند وزارت دفاع روسیه در همین ارتباط افسود در این رزمایش این کشور از گروه های نظامی شرکای خارجی خود نیز برای مشارکت دعوت به عمل آورده است ممنونیم از همراهی شما جهت اطلاع از مهمترین خبرهای منطقه و جهان با ما همراه باشید.